چه ساعتی به شما اعلام کردن موضوع رو؟ ماموریت برای اوژان ساعت 2:05 اعلام شد و 2:11 ما اینجا بودیم، کمتر از 6 دقیقه تا. زمانی رسیدین چند نفر تو محل بودن؟ فقط پسرشون، یه آقای بود که میگه پسرشون هستم و بعد ما سیم رو سرش با توجه به اون شرایطی که داشت، جمود نشیی که داشت، دیگه جسد رو جابجا نکردیم و با پلیس که البته قبل از ما هم هماهنگ شده بود با پلیس، پلیس زنگ زدیم و صحنه رو به هم نزدیم. چون علائم حیاتی نداشت دیگه، فاقد علائم حیاتی بود، جمود نشیش محرز بود، یعنی حداقل میشه گفت 4 ساعت از فوتش گذشته. چه به این تنگی و باریکی، قطعا پیرزن در هنگام دست پا زدن باید سر صدای خودش ایجاد کنه، موقع مقاومت کردن دست پاشو میبستن، گلوش خواستن ببرن، بعد یکی از همسایه‌ها سر صدا رو شنیده باشه. شما از ساعت چند داخل منزل بودی؟ از 2-3 ساعت پیش. ساعت پیش هیچ سر صدایی از ساختمون رو بروتون نشنیدی؟ نه، تلویزیون زیاد بوده، شاید نشنیدم. خب الان چه اتفاقی افتاده ساختمون رو بروتون به نظر خودت؟ یکی چیزه. چه اتفاقی افتاده؟ اینکه تابوت اینجا دیالا. گلوش رو بریدن. چجور همسایه یک سرسده یادی نشنیدی؟ شما هاش خانم رو میشناختی؟ میشناختیم دیگه، اینجا میامد رفت آمد میکرد، ولی خب میامد مغازه. خودی همین میشه. اتفاقا هم پررس هم رو همین سر در محمدیم، خودی هم نشتوریم صحبت و از این بر از او بر. طلا ملای چیزی داره؟ طلا ملا داشت، احتمال داره برای طلا ها بشه. ها طلا داشت. احتمال داره برای طلاش اومده باشن سر وقتش. کی بوده این اتفاق را برای ورده به خاطر هم طلاش بوده. نوش مشکلی دشمنی با کسی نداشتن شما همسایه‌شونی؟ خدا هیچ سرسده توی محل از اینا در نیومده دشمنی با کسی؟ نش. وقتی میمد بیرون خوارم دست و بالش از این طلا بود یا نه؟ همیشه طلاش به امره خودش بود تو گردن. میگن طلا رو نبینن بیرون که میای نفهمن. نمیارزه به درد سرش. مثلا ننو 30 سال ما خودی هم من بچه‌ها ما کوچیک بوده که عروس کردیم، داماد کردیم، بازار گرفتن، خودی هم بودیم. کمک میکنه همین دوربینایی که مردم گذاشتن جاهای مختلف. ببینید الان مغازه‌دار محل هستن، تردد اطراف تو محل کامل اولی که اومدیم تو تلویزیونشون دیدید بود. بلافاصله مامورین آگاهی دوربینای اطراف رو چک کردن و اومدن الان دی وی آر رو دارن منتقل میکنن. آگاهی خود اینا خیلی کمک میکنه. دلدوزی چیزی هم تو محل میشه، همین دوربینای مردم تا حالا خیلی از اینا رو پیدا کرده. حالا کجایی؟ سرخس. چناران چیکار میکنی؟ اومدم برای بنای سال خشکی بودم منتظر. خودت بگو موضوع از چه قرار بوده؟ ما خبر نمیدیم. یه آقا گوشی آورد به ما داد. همین آقای رضا. گوشی آورد به ما داد. گفت برای عمو آوردم. برای خانم. تو عمت گوشی داره، من گوشی ملسیدیم سخته، بده به من. گوشی رو داد به من رفت. گوشی رو کی گرفتی از آقا؟ گوشی رو امی آقا تقریبا نمیدونم به خدا یک ماه میشه، بیشتر میشه کمتر میشه آقا داد. کل برخورد ما با آقا 4-5 برخورد بیشتر نبوده که با خانمش مشکل داشت، من میخواستم میره آشتی بدم. بعد از قتل مرحومه در مورخه 6-4401 جامزنگ دستورات فرمودن و چه پیگیر شدن و این آقا شناسایی شد، فردی بوده که همدست در قتل بوده و گوشی مقتول را استفاده کرده بود. اینها شناساییش کردن، دستگیر کردیم، از ایشون به نفر بعد رسیدیم که قاتل اصلی هست در جریان قتل که به نام رضا اینجا حضور داره. شما تعریف کن چی بود آقا؟ ما 3-4 شب تو خانه مشناسم آره. 3-4 شب تو خانه بودیم، بعدن ای تو خونه کی بودیم؟ خونه ما بودیم. بعدن این طلا رو بعدن مشناختیم خانوم رو. بعد چند روز با هم دیگه برنامه چیدیم که بریم طلا رو برداریم. رفتیم طلا رو برداشتیم، بعدن ما رو شناخته بود، بعدن چاقو در که باید این کار بکنیم، اگه این کار نکنیم مثلا خانوم ها اینا همه هست، اینا ما رو میشناسه، ما رو وادار که این کار رو بکنیم. کی وادار کرد؟ فریبورس. کی؟ فریبورس. شما که میگی گفتی من اصلا خبر نداشتم. ندارم، دروغ میگه. یعنی در حضور شما میگه به من منو که خدا شاهد دروغ میگه. قتل به این شیوه بوده که حاج خانمی را شناسایی میکنن در محل و به خاطر تلاجاتی که داشته به قصد سرقت وارد منزلش میشن و ضمن سرقت چون شناسایی میشه قاتلین، به خاطر ممانعت از اینکه پیگیری های قانونی صورت بگیره حاج خانم را در محل به قتل میرسونن. کدوم یکی از شما اول شناسایی کردیم؟ پیرزنه ما از اونجا نشه میگرفتیم، مشناختیمش.
از خود بیرزنه؟ از کوچه بغلیش. کوچه بغلیه. رفت آمد داشتیم با خانهش داشتین یا نه؟ نه نداشتیم با خانهش. اومد خانه شما؟ بله خانه دایم اونجا بود. خانه دایی شما؟ بله. تو خانه دایی شما شناسایی کردین؟ بله. شما کجا طلای خانم رو دیدی؟ خانه دایم ما رفتین دیدیم. خونه دایید میرفتی طلای خانم رو دیدی. بله. با داییش گفتی چه نسبتی داشت؟ هیچ، همسایه بودم فکر کنم. همسایه بودم. گفتن طلاهاش هم براق کرده بود اون چند وقت، اون چند روز دیگه، درسته؟ نمیدانم به خودم. شما از طلاهاش توجه نکردی؟ چی کار کنیم که با یه همچین مواردی مواجه نشیم؟ بله، اون چی که الان ضرورت کاره دقت داشته باشیم. با این آیت بین که قاتلین دستگیر شدن، اما اون احساس ناامنیه که ایجاد شده بین آسانی از بین نخواهد. یه سری توصیه ها که جناب عالی به عنوان گزارشگر پنج تأکید کردین در برنامه‌های خودتون، لازمه کار مد نظر همشهریون باشه. هیچ ضرورتی نداره اگه حاج خانمی میخواد نونوایی یا مغازه مراجعه بکنه تلاجاتشو در معرض دید قرار بده، یا هیچ ضرورتی نداره که هر کدوم از شهروندان یا خود ما اگه دختر بچه‌ای داریم با تلاجاتی که تو گوشواره‌ای که داره در سطح شهرستان تردد بکنن. شما بعد رفتین خانومه رو چجوری کشتین؟ بعدم اونجا بود چاقو در که گفت باید بزنی اینو. این گفت؟ آره مجبور که چاقو رو قبلا با خودتون بردین؟ آره چاقو مالی بنده بود. قرار نبود که بکشین، چرا چاقو ببرین با خودتون؟ دیگه ما رو فهمگر نمیشناسه، من رو شناخته که یه حرف زد گفت باید. خود شما قبلا میگی پیرزنه رو میشناختی، چجوری خود... یقین داشتین که شما رو میشناسه؟ پس آمدن چاقو رو با خودتون بردین. شما رفتین داخل، چاقو هم دست شما، یعنی خانم شناختتون. چجوری اول سرقت کردین؟ بهش چی گفتین وقتی رفتین تو خونه؟ تنها بود؟ کسی باش بود؟ خواب بودش. بعدم بیدارش کردم، بعدم طلا رو خودش در کرد به من داد. خونی اینا بود تا اونجایی که دادم؟ دست بالش خونی بود؟ آیه شیردلی صحنه رو اومده بودید؟ بله صحنه رو اومده بودید و کلن منطقه اونجا همه چیز خونی بود. اون چاقوی هم که میگه که مدعی از تو سینگ ظرفشویی گذاشتی اونجا پیدا نشده، چاقو رو با خودت بردی دیگه. حد الامکان از اشیایی که من جمله تلاجات یا سایر اشیایی که همراه خودشونن در حین تردد در ملأ عام در دید عموم نذارن، که بارها این اتفاق افتاده. سارقین ابتداعاً شناسایی کردن، بعد به قصد نیات شومتون وارد سرقت شدن. رفتین تو، خانم خوابیده بود، چاقو رو کشیدید؟ نه اول بیدارش کردیم. خب بیدارش کردیم، طلاهاشو گرفتیم. چجوری شناختتون؟ شال نبسته بودم. قبول باشه انشالله. شال نبسته رفتیم یارو رو سرقت کنیم، بعد میگه چرا ما رو شناخت؟ قبلا هم دیده بود، چون شناخت کشتیمش. بله. جدید بود اون، باور کنین این موردی که شما گفتی؟ ما تحت تاثیر مصرف مواد مخدر سنتی ان اینها. شاید اونجا اصلا متوجه نمی‌شدن که باید همچین چهرهشون رو بپوشونن اینها، چون مواد زیاد مصرف میکنن، مواد مخدر سنتی هم مصرف میکنن، بعضی وقتا به قول خودشون توی فازن دیگه، متوجه نمیشن. چه جوری زدی؟ کجاش زدی؟ کامل بگو. زدم به گردنش. زدی یا کشیدی؟ کشیدم گردنش. خیلی حالت ذبح حرفه‌ای بود. بله حالت سر ببردی دیگه، درسته؟ شارکش زدی. متاسفانه بعد از وقوع قتل، دو شب بعد که این آقا در خونه داییش بوده، مهمون بوده، که خونه داییش هم در همون نزدیکی خونه محل قتل ساکن هست، که خانواده مقتول برای مقتول نذر و شام داده بودن و خیرات میدادن، جالبه که اومدن در خونه داییش دو پرس غذا آوردن، باز همین آقا گفته نه دو پرس کمه، ما چهار نفریم، دو پرس دیگه هم بدید. میخوام ببینم واقعا عذاب وجدان نگرفتی زمانی که این غذا رو خوردی؟ عذاب وجدان داشتی؟ نه. یادت اومد اون صحنه ها رو یا یادت نیومد که التماس های اون پیرزن رو؟ یادم اومده. چجوری شما دو پرس دیگه غذا خواستی که؟ او دایم تو خانه بودش. بله دایم بود گفت.